همچنین اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان در شهر وحدت با نشونمای زراعت تکراری و جمعواری حاصل پیاز در خواجگی دهقانی سخاوت شناس شده از نمایش محصولات کشاورزی و دسترنج جنگل پروران شهر دیدن نمودند. ضمن شناسای پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان با فعالیت اهل زحمت خواجگی دهقانی سخاوت اطلاع داده شد که در کشت تکراری اهل زحمت این خواجگی در میدان 4 گکتر مش، 1 گکتر کرم و 2 گکتر مکه برای دان کشت کردند. خواجگی دهقانی سخاوت شهر وحدت سال 2002 تأسیس یافته در مجموع دارای 57 گکتر زمین می باشد. اسنای شناسای سرور دولت از رفت نشونمای زراعت تکراری در این خواجگی اطلاع داده شد که سال روان کشاورزان در میدان 22 گکتر گندم و 6 گکتر پیاز کشت و پرورش کرده بودند که 52 سنتنری غله و 480 سنتنری پیاز به دست آوردند. زحمتکشان خواجگی دهقانی سخاوت همچنین در کشت و پرورش زراعت تکنیکی تجربه غنی داشت. تا سال روان میدان پختزار در این خواجگی 25 گکتر را در بر میگیرد که فعلا نشونمای خوب دارد. اهل زحمت این خواجگی همساله با استفاده از دستور و هدایت های سرور دولت محترم امومعلی رحمان در سمت استفاده پرثمر زمین کشت و پرورش زراعت گوناگون را با استفاده از تخمی های بلند صفت و مصلحت متخصصان ساحه براه میمانند که حاصل فراوان به دست میارند. ذکر گردید که در خواجگی 27 نفر با جای کار دائمی تامین بوده، این نشان داد در رفت کشت و پرورش زراعت موسمی تا به 45 نفر رسانیده می شود. کشاورزان خواجگی دهقانی سخاوت سال 2018 در میدان 30 گکتر پخته، 5 گکتر پیاز، 2 گکتر کارتوشکا، 20 گکتر گندم و 4 گکتر یونچخه برای چوروا بهره کشگردانی کش نموده بودند که از این حساب نیز حاصل خوب گرفتند. راهبر دولت ضمن بازدید از این خواجگی به مسئولین جهت باز هم افزون نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی و استفاده پرثمر هر یک وجب زمین دستور و هدایت های سودمند دادند. هدف این خواجگی ثمرناک استفاده بردن زمین آب قوای کاری می باشد. در اساس دستور جناب عالی پیشوای معظم ملت که در باره ثمرناک استفاده بردن ما گرفتن دوسه حاصل در یک سال از زمین های آبی این موفق دیده است. شماره زیادی که در این کارخانه کار در این خواجگی دهقانی کار میکند دائمی به کار تامین کرده می شود، چون این زراعت دوره به دوره کش کرده می شود. مثلا سبزیجات پخته چوبه مکدون استراتژی یه امروزه ما زیاد کردن میدان های کشتی پخته می باشد. قریب 55-60% زمینش بهر کشتی پخته استفاده می برد. مثلا سال گذشته بعد در بعضی خیده ها از 40 سنتنیر هم زیادتر پخته شد و خوبی پخته در اون است که این دائم آدم مردم به کار تامین می کنند. بعد به کارخانه صنعتی از کار تامین کردن اشیاء خامی این کارخانه می باشد. در نمایشگاه کشاورزی نتیجه مهنت ساکنان خواجگی های دهقانی و جنگل پروران شهر وحدت به طور شایسته معرفی کرده شد. هنگام بازدید سرور دولت محترم امومعلی رحمان از نمایشگاه تاکید گردید که تامین ساکنان مملکت با محصولات خوش صفت و از جهت اکولوژی تازه از هدف های عالی دولت و حکومت تاجیکستان بوده، در این سمت کشاورزان شهر وحدت نیز سهم نظررس میگذارند. در نمایشگاه کشاورزان شهر وحدت نمونه ها از محصولات استحصالی از جمله گندم، جو، شاله، نخود، لوبیا، مش، مسعر، افتوپرست، کارتوشکا، کرم، بادرنگ، پومیدور، لبلبوی آشه، سبزی، بخپیاز، سیرپیاز، قلمفوری بلغاری، تخمی سبزوات، سب، نوک، آلو و شفتالو را به معرض گذاشتند. اطلاع داده شد که سال روان کشاورزان شهر وحدت در میدان 5067 گکتر غلدانه و لوبیاگی ها، 777 گکتر جواری مکه برای دان، 1003 گکتر کارتوشکا، 3061 گکتر سبزوات، 1950 گکتر زراعت خوراک چوروا و دیگر پالیزی ها را کش نمودند و به حالت یکم ایول در همه شکل های خواجگیداری به مبلغ 1888,848,000 سومانی محصولات عمومی کشاورزی استحصال کرده شده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 12,171,000 سومانی زیاد بوده، افزایش آن 6.9% را تشکیل می دهد. کارخانه محصولات کشاورزی را اساسا از خواجگی های کشاورزی حدود شهر دسترس و با صفت بلند کارکرد و پیشنیاد ساکنان شهر می نماید. اگر سال گذشته 20,000 عدد کنسرو آماده گردیده باشد، سال روان ما نقشه داریم که این نشان داد را تا به 50,000 عدد رسانیم، زیرا برای این امکانیت ها فعلا زیادند و محصولات کشاورزی نیز فراوان به نظر می رسد. استحصالات ما اصلا برای بازار داخلی نگرانیده شده است.
شهر وحدت با میوه های شهدبارش امروز نه تنها در داخل مملکت بلکه در خارج هم مشهور می باشد. فعلا در شهر وحدت میدان باغ و تاکزار در همه شکل های خوجگداری 6304 گکتر را در بر می گیرد و اهل زحمت با مقصد سم گذاشتن در تطبیق برنامه رشد ساحه باغ و تاکپروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2016-2020 تدبیرها می اندشند. کشاورزان شهر تاکید می‌دارند که سال روان با مساعد آمدن آب و هوا حاصل سبزیجات و میوه‌جات نسبت به سال‌های قبلی زیاد بوده، توانستند که در تامین بازار داخلی سهمی نظررس داشته باشند. استحصال گوشت و تخم مرغ نیز طی سال‌های اخیر در شهر وحدت در زمینه دستگیری‌های پیوسته حکومت مملکت رو به رشد آورده است. مرغ پروران تاکید می‌دارند که با استفاده از امکانات موجوده تلاش می‌کنند تا در تامین ساکنان مملکت با گوشت و تخم مرغ سهمی نظررس داشته باشند. در کارخانه ما حاضرش بس 6000 مرغ داریم ما، از همون 35000ش تخم تیک میباشد، 25000ش گوشتی میباشد. ما کوشش کردیم پرنده را زیاد کنیم. با دستگیری اساس گذار سلو وحدت ملی پیشوای ملت که از انداز و باج گمرکی آزاد کرده شد، امروز این صاحب کارا برای تامین امنیت آزوکاری مملکت و تامین گوشت پریزی در جمهوری کوشش ها به خرج دادند. در 6 ماه سال جاری با 600 تن گوشت استحصال علاقه کردند. تدبیر ایلوگی دستگیری بیواد و مرغ مادری به جمهوری وارد نمایم. من باوری کامل دارم که این چکلی که امروز در جمهوری 129 تا کارخانه پرنده پروری فعالیت میکنند، همین با سال 2021 تا 300 تا کارخانه پرنده پروری رسانده میشود و تامین گوشت پرنده با آخر سال 2021 به 45000 تن رسانده میشود. به رشد ساحه زنبور پروری نیز در شهر وحدت توجه خاصه داده می شود و گل و گیاه های شفابخش و میدان وسیع جنگلزار برای پیشرفت این ساحه امروز در شهر مساعدت فعال کرده است. ضمن شناسای پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از دسترنج زنبور پروران ذکر گردید که شماره آیله های زنبور اصل فعلا در شهر به 15171 عدد می رسد. زنبور اصل پروران شهر سال گذشته 248 تن اصل خوش صفت به دست آوردند و سال روان امید دارند که از این هم بیشتر حاصل می گیرند. طبق دستور سفارش جنوبی عالی ما هر سال آیله های زنبور اصل را در شهر وحدت زیاد نموده و پرورش اصل طبیعی را زیاد نموده استودیم. این سال برای زنبور پروران شهر وحدت سال خوب آمده است. برای پرورش زنبور اصل و استحصال اصل سال مساعد آمده است. باران های خوب و این قدر طبیعتی که این سال هست، مردم 10 روز شد گرفته استند، یک بار گرفتند اصل، بعد 20 با دویم بار امکانات است. باوری دارم که 3 بار این موضع کناس لفیغر این سال اصل جمعواری می نمونه. در گوشه نمایش دستاورد جنگل پروران شهر وحدت با سرور دولت محترم امام علی رحمان برابر خشک میوه و میوه های تر و تازه و دیگر رستنی های در جنگلزار این منطقه پرورش یافته، همزمان ادبیات گوناگون که در آنها سر و اسرار گیاه های شفابخش وطنی گردآوری گردیده است پیشنهاد کرده شد. اطلاع داده شد که در جنگلزار حدود شهر وحدت زیاده از 40 نوع گیاه های شفابخش می روید و جنگل پروران تنها سال گذشته 40 تن محصولات به دست آوردند. زنبور اصل در شهر وحدت اساسا در منطقه کوهستانی دره پرورش کرده می شود و محصولات زنبور اصل این منطقه با طعم و مزه خاصش از اصل های دیگر شهر نویه های کشور تفاوت دارد. همین است که طلبگاران اصل شهر وحدت هم در داخل و هم در خارج خیلی زیاد می باشند. مؤسسه دولتی خواجگی جنگل رومی دارای 393 اولی زنبور می باشد و خیلی که معلوم است در رومی که بوده هوای تازه و گل و درختان زیادی که دارد که برای پرورش اولی های زنبور سازگار می باشد و اصل استثال نمیده زنبور بحران مؤسسه دولتی خواجگی جنگ رومید نسبت دیگر اصل مولی که دیگر نویه و استحصال میکنن از جهت اکولوژی تازه و برای تبابت بیماران یعنی موفق میباشد و این سال زنبور پران مؤسسه دولتی جنگل رومید امکانیتی از هر اولی زنبور از 15 تا 20 کیلوگرم اصل گرفتن می توانند. اساساً اصل مولی خواجگی جنگل به بازارهای شهر وحدت دوشنبه برآورده می شود. این چنین از دیگر نواحی توبه رئیس جمهوری آمده برای به فروش برآوردن به آنها همچون اشیای
داده میشه. در گوشه دیگری نمایشگاه زیاده از 20 نمود نیهال که در کارخانه واحد دولتی نیهال پروری نزد اگنتی خوجگی جنگل جمهوری تاجیکستان در شهر وحدت پرورش میابند به معرض گذاشته شد. ذکر رفت که در کارخانه واحد دولتی نیهال پروری نزد اگنتی خوجگی جنگل جمهوری تاجیکستان فعلا 450 هزار نیهال پرورش میابند و مسئولین در اساس دستور سپارش های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان دو سال است که پرورش بعضی نمود نیهالان وارداتی را برای ماندن که برای سبز و خرم گردانی کوچه و خیابان های شهر و نویه های مملکت نگرانیده شدند. در شهر وحدت همچنین 11 خوجگی انفرادی نیهال پرور فعالیت دارد که همساله در موسم نیهال شنانه در تامین ساکنان با نیهال های همیشه سبز و آرایشی و میوه دهنده سهم نظر رس میگذارند. سرور دولت محترم امام علی رحمان اسنای بازدید از گوشه نیهال پروران شهر برای در آینده نیز استفاده نمودن از تجربه پیشقدم کشورهای دیگر در این سمت تامین ساکنان با نیهال های میوه دهنده همیشه سبز و گل های آرایشی دستور و مسئولیت های سودمند دادند. در نمایشگاه امروز از طرف کارخانه وجود نیهال پروری شهر وحدت نیهال های همیشه سبز میوه دهنده سایه افکن و آرایشی پیشنهاد کرده شده است. در خوجگی نیهال پروری تو این روز 450 هزار نیهال ها پرورش می‌یابند. ما این روز تصمیم گرفتیم که در نمایش نیهال های همیشه سبز به مانند کوجی کبود، یوسی هندی، اقوقیوی ابریشمی، سیرینی هندی این نیهال های می‌باشند که سال‌های قبل به جمهوری ما واردات می‌شد. ما تصمیم گرفتیم که در آینده این نمود نیهال ها را بیشتر پرورش نموده و با خریداران پیشنهاد نماییم. ما نقشه داریم که پرورش نیهال ها را سال به سال زیاد نماییم. بنابر همین که نقشه هر سال زیاده از 200 هزار نیهال ها را بر فروش میبریم. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان همزمان در این نمایشگاه با هنری والای زنان و بانوان که به پختن نانهای لذیذ مشغول بودند شناس شده به هنری آنها بهای ارزنده دادند. سرور دولت کدبانوها را برای آموزش نازکی های هنر نانپزی و جلب توجه جوان دختران برای از خود کردن نازکی های آماده نمودن همه گونه طعام های ملی هدایت نمودند. پیشوای ملت از پیشرفت بخش های صحه کشاورزی و تلاش های روزافزون اهل زحمت اظهار قناعتمندی کرده ابراز داشتند که در نتیجه دستگیری های پیوسته دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و فعالیت پرثمر مهنتکشان شهر امروز وحدت به یکی از منطقه های پیشرفته کشاورزی مملکت تبدیل یافته سهم خواجگیداران آن در رشد اقتصاد ملی و فراوانی دستورخان مردم از جمله ساکنان پایتخت سال از سال بیشتر می‌گردد.